گفته می شود ناامیدی اجتماعی و ندیدن روزنه و مفری برای برون رفت از وضعیت موجود بیان حال و روز کنونی بیشتر مردم در ایران است. امید اجتماعی چیست و در شرایط ایران امروز به چه چیزهایی می توان امید بست؟ سلام، بسته به اینکه چگونه به ایران نگاه می‌کنید و با چه کسانی صحبت می‌کنید، یکی از این دو تصویر را صحیح می‌دانید. جامعه‌ای ناامید به آینده که عمده مردمانش مفری برای خروج از وضعیت کنونی نمی‌بینند، یا جامعه‌ای آشنا با سختی و جنگ و تحریم که زیست روزمره‌ای پیش کرده که مشخصش استفاده از حداکثر امکانات موجود است و اینجا و آنجا نشانه‌هایی از امید و انگیزش اجتماعی از خود بروز می‌دهد. امید اجتماعی بیش از هر چیز پدیده‌ای سیاسی است. در زمانهایی که همراهی عمومی در تعیین سرنوشت خود وجود دارد، اساساً امید اجتماعی مسئله نیست. پس اگر شرایط موجود در ایران امید اجتماعی را مسئله روز کرده، مایه شگفتی نیست. ولی آیا همین شرایط، یعنی انسداد سیاسی امیدکش، باعث نشده نیروها، استعدادها و اراده‌های امیدبخش به زوایای کمتر هویدا در جامعه متکثر و پرمنفذ ایران بروند؟ در ایران ما با فقدان امید اجتماعی روبرو هستیم، یا اگر دقیق تر شویم می توانیم در حوزه‌هایی چون محیط زیست، اعتراض‌های صنفی، امدادگری، پراکنش اطلاعات و سازمان‌های مردم نهاد حدی از امید و انگیزش اجتماعی را ببینیم؟ این موضوع را با مهمان‌های این هفته در میان می‌گذاریم. علیرضا بهتویی، جامعه شناس در سوئد، میگوید جامعه ایران متفاوت است از اون چیزی که در نظر اول به چشم میاد و در سطح خرد و نکلان رد پای امید را میشود دید. عرفان ثابتی، پژوهشگر مطالعات اجتماعی، میگوید چه در نظر اول و چه در نظر دقیق تر، اونچه در ایران به وضوح دیده میشود این است که مایی وجود ندارد که امید آفرین باشد. خیلی خوش آمدید. آقای بهتویی، امید اجتماعی چیه و چقدر اهمیت داره برای حیات اجتماعی؟ بله، من پیش از این که وارد بحث به طور مشخص بشم، خواهش میکنم اجازه بدید یه مختصر بنیادهای تئوری که امید اجتماعی رو توی جامعه شناسی خلاصه مرور بکنم. ما اگر از مارکس شروع بکنیم، مارکس یکی از جدیترین جامعه شناسان است که به امید اجتماعی، حالا توی فرمبندی مارکس به سوشیالیسم، اعتقاد داشت و فکر میکرد که جوامع بشری میرن به سوی وضعیت خیلی بهتری. مارکس وبر و امیل دورکیم هم در مطالعاتشون به امید نقش جدی میدادن. وبر در جامعه شناسی مذهبی و مسئله رهبران کاریزماتیک، و دورکیم در اینکه چگونه تحولات جامعه با امید چفت شده و گره خورده. در علم اقتصاد هم اگر شما توجه بکنید، مسئله امید مرکزیه، یعنی اینکه مردم شغل داشته باشن که مصرف بکنن و سرمایه‌داران و صاحبان و کارآفرینان آدم استخدام بکنن، سرمایه گذاری کنن، خیلی جدی به امید بسته است. در واقع در علم اقتصاد گفته میشه که اگر امید نباشه مردم تجارت نمیکنن. 100%. و مسئله رکود و یا رونق بازار رو با خیلی جدی در تنگاتنگ با امید توضیح میدن. اما کسی که شاید بشه گفت از فلاسفه و جامعه شناسانی که خیلی جدی به مسئله امید اجتماعی پرداخته، ارنست بلوخ هست که ایشون یه آدم جامعه شناس یهودی تبار، دوره جنگ دوم مجبور به مهاجرت به امریکا میشه، مثل خیلی از اندیشمندان یهودی تبار آن دوره. ولی جالب این است که این سه جلد کتاب در مورد امید اجتماعی نوشته و در اونجا نکاتی رو مطرح میکنه که من خیال میکنم هنوز هم خیلی قابل تفکر و خیلی کوتاه. رؤوسش چیه؟ بله، نکته به نظر من مرکزی در مورد حرف بلوخ این هست که شما اگر بخواید
آینده رو امید رو تعریف بکنی، میگه آن چیزی است که باید بیاید، آن چیزی است که هنوز نیست. خب نکته دوم در حرف بلوخ میگه که تو میتونی در واقع امید رو با یک نگاه ایستا و یک نگاه پسیو غیر متحرک و با موضوع احتمالات نگاه بکنی که آیا احتمالات وجود امید اجتماعی هست یا نه. نگاه دوم که او خودش در واقع فکر میکنه صحیح هست، میگه که تو باید با یک نگاه داینامیک پویا و اکتیو و در واقع با حساب با تکیه بر در واقع به فارسی بگیم امکانات در واقع باید بهش نگاه بکنی. خلاصه بخوایم بکنیم حرف بلوخ رو، بلوخ میگه که امید رو باید ایجاد کرد. دقیقاً. بله. و میگه امید چیزی نیست تو باید کشفش بکنی. بله. امید چیزی است که تو باید بسازی. ولی اینجا مسئله عاملیت در نکاتی که بلوخ مطرح میکنه بسیار مهمه و میگه باید بسیج کرد آدم‌ها رو حول یک نیازی، حول یک رؤیای، حول یک موضوعی و بعد ساخت امید رو. خب پس بگیم امید رو خلاصه آرزویی است برای چیزی که باید تحقق بپذیره. دو تا نکته دیگه من فکر می‌کنم مهم اینجا ما اشاره بکنیم. یکی این که ریچارد رورتی میگه وقتی که ما به امید اجتماعی نگاه می‌کنیم، این فیلسوف پراگماتیسم میگه امروز ما به این نتیجه رسیدیم که تو باید خواسته ها و نیازها و امیدهای خود رو و در رابطه با هر جامعه معین رو بگذاری جلوت و حول اون بخوای بسیج بکنی و امید بیافرینی ایجاد کنی. و نه سوشیالیسم خیلی بزرگ و در همه جهان و همه جا و خیلی آرمان‌های اوتوپیایی. اون چیزی که مارکس میگفت. اینجا امید دیگه از اونچه که آرمان هست و آرمانی هست فاصله میگیره. یعنی اون چیزی که خیلی بزرگه و اوتوپیایی به یه امر مشخص امروزی مبدل میشه. بسیار خوب. نکته دیگری که من دوست دارم اشاره بکنم این است که شما به لاکلاو این نظریه پرداز معاصر نگاه بکنی، او میگه که امید رو باید تعریف کرد در آن چیزی که نیست امروز و مردم دنبالش هستند. مثال اگر یک جامعه آشوب هست مردم به دنبال آرامشن، اگر یک جامعه فساد هست مردم به دنبال سلامت هستند، اگر جامعه آزادی نیست مردم به دنبال آزادی هستند. و میگه اینها رو شناختن در هر لحظه و در هر جامعه‌ای و بسیج کردن حول این هست که امید رو به وجود میاره. و این حرف لاکلاو به نظر من در مورد این چیزی که آن چیزی که نیست و باید پیدا کرد و مردم مسئله اصلیشونه و در هر لحظه، این به نظر من خیلی مرکز است. سوال مهم برنامه این است که در ایران شما امید اجتماعی میبینی یا نه؟ اونچه که با خیلی از آدما صحبت میکنیم توصیف میشه تحت عنوان نبودن امید و اینجا منظورشون امید اجتماعی، فقدان امید به آینده، این رو بیشتر میبینی کدوم رو؟ ببینید من فکر میکنم صحیح است وقتی ما موضوع امید اجتماعی رو نگاه میکنیم بیایم در سه سطح به این. خیلی اینجا وقت نداره دیگه طوری که نه نه. صحبت کنیم. نه نه من در سه سطح فکر میکنم که نگاه بکنید. شما مردم عادی رو زندگیشون رو میکنن، عروسی‌هاشون رو میکنن، مهمونی‌هاشون رو میرن، شادمانیشون رو میکنن. خب این اشتباهه که فکر بکنید که بسیاری از این کارگردان‌های طبقه متوسط وقتی از مردمان فقیر فیلم میسازن همه غمگینن و حالشون بده. اینجوری نیست. آدمیزاد نمیتونه بشینه و غمگین باشه. حتی در شرایط سخت زندان مردم دنبال امید هستن، میگن، میخندن، شوخی میکنن و به نظر من این امید تو سطح خرد هست، تو سطح متوسط یا مسو هست. برای اینکه مردم، خانم ها توی محلات دارن کار میکنن، میبافن، کتاب میخونن، حرکت میکنن و این حرکات رو میبینیم ما تو ایران. در سطح کلان شما حق دارید که امروز شرایط بن‌بسته و من اینجاست که میخوام بحث بکنم که اون چیزی که ارنست بلوخ میگه که امید رو باید ساخت کجاست و آیا پتانسیلی برای آن چیزی که بلوخ میگه امید ریال و واقعی وجود داره یا نه. و من استدلال میکنم که هست. آقای ثابتی نظر شما چیه؟ شما وقتی میگید که اون مایی که باید امید آفرین باشه، امید بخش باشه وجود نداره، این رو میشه یه مقدار در موردش توضیح بدید؟ من ابتدا میخوام یه فرقی بذارم بین امید و خوشبینی. امید یک فضیلته، یعنی چیزی که بر اثر
مداومت و پرورش و انضباط نفس به تعبیری در ما به وجود میاد، اما خوشبینی یک جور خلق و خوه، همونطور که بدبینی. خوشبینی فضیلت نیست. یه تفاوت مهمی هست بین اینها. خوشبین و بدبین هر دو جبرگرا هستند، چه برای تاریخ یک سیر انتهای منفی قائل باشن یا مثبت، به هر حال ضرورت تاریخی رو درش میبینن و جبرگرا هستن. اما کسی که امیدواره و امید میورزه، اولا که یه فعل امید داشتن مالکیت نیست که امروز دارم فردا ندارم، این ورزیدنه که مهم هست. و بعد هم این که اتفاقا همینطور که جناب بهتوی اشاره کردن، در مواجهه با معضل بیرونی هست که امید خودش نشون میده. آقای رسولوف، کارگردان معروف ایرانی که حداقل چند هیچ کدوم از فیلم‌هاشون رو در ایران نمایش ندادن و چند سال هم هست که با در اصل هی به مراجع قضایی احضار میشن، اخیراً حکم برایشون دادن، میگن که مرتب به من میگن که شما در تو در فیلم‌هات سیاه نمایی میکنی و امید رو نشون نمیدی. ایشون خیلی مثال خوبی میزنن، میگن تصور کنید دریا طوفانیه، موج‌ها بالا و پایین میرن، هوا بسیار بده، شب تاریکه، من توی قایق کوچیکی نشستم دارم پارو میزنم، سانسور رو در قوه قضاییه به من میگه این فضا رو نشون نده، فقط پارو زدن خودتو نشون بده، در صورتی که پارو زدن من تو این فضاست که معنی داره، امید ورزیدن رو نشون میده. یعنی تا یک بحرانی نیست، مشکلی نیست، امید ورزیدن اصلا معنایی نداره. یعنی این خیلی مهمه. در بریتانیا هم شما نگاهی هی میگفتند خوشبین باشید به برگزیت، سه ساله که در باتلاق گیر کرد. یعنی همین مثال آقای رسولوف رو اگر بگیریم، نشون میده که کسانی چون آقای رسولوف، فیلمسازانی مثل اون که راجع به مسائلی فیلم میسازن که برای نظام سیاسی قابل پذیرش نیست، اینها نشانه های امید هستن. پس امید اجتماعی شاید اینجور جاها پیدا میشه، نه؟ یه فرقی بین امید فردی هست و امید اجتماعی، که برنامه ما راجع به امید اجتماعی. خواهم اینو بگم که وقتی ما نیست، آقای رسولوف خودشون میگن که الانم که محکوم شدم، من باز هم هزینه میدم، از این هم بیشتر هزینه میدم، بیشتر تلاش میکنم. اما وقتی فیلم ایشون نمایش داده شد در جشنواره کن دو سال پیش، و از همون موقع روزنامه‌های دست راستی علیه ایشون نوشتن، همون موقع روزنامه شرق که اصلاح طلبه، روزنامه نگارش، حالا من اسم نمیگم معمولا تو برنامه، نوشتن که کاش آنها، یعنی آقای رسولوف که اینقدر ناراحتن، اردیبهشت 96 این خانم خبرنگار نوشت، کاش آنها که اینقدر ناراحتند و کینه به دل دارند بروند و هم خیال خودشان را راحت کنند و هم مخصوصا خیال ما را. یعنی کسی که در ایران دست بذاره رو معضلات اجتماعی، اتفاقا محکوم میشه، متهم میشه به اینکه او ناامیده، ولو اینکه بخواد نشون بده که اوضاع بده، اما من میخوام تلاش کنم اوضاع رو بهبود بخشم. حتی روزنامه نگاران اصلاح طلب هم ایشون رو متهم کنه. یعنی مایی نیست، منهایی هستند یا یک گروه های مجزای، نقطه هایی هستند که برای اهدافی تلاش میکنن، محیط زیستی ها. من مثال بزنم از همین محیط زیستی ها، یک بیش از یک ساله که چند فعال محیط زیست در زندان هستند، شما انتظار دارید بقیه فعالان محیط زیست از اینها حمایت کنند. چه اتفاقی افتاد؟ نشریه نشنال جیوگرافیک در نسخه انگلیسیش آمد مقاله شب عید در ماه مارچ منتشر کرد درباره وضع نقض حقوق به اینها. نشریه نشنال جیوگرافیک به اسم گیتانما در ایران تحت سانسور و لیسانس مجوز وزارت ارشاد منتشر میشه. مدیر مسئول نسخه فارسی نه تنها که اصلا این مقاله را منتشر نمی‌کنه به دلیل سانسور، آمد رفت در شبکه‌های اجتماعی اعتراض کرد به نشریه مادر که چرا شما اینو منتشر کردید، برای ما تو ایران این دردسر میشه، از نون خوردن میفتیم. که آقای کینگرام پسر که پدرشون آقای دکتر که کشته شد، حالا میگن خودکشی کردن در زندانیشون، پسر ایشون نوشت در شبکه‌های اجتماعی که من باورم نمیشه که پدر من یک فعال محیط زیست بود و جانش رو در این راه از دست داد، یک فعال محیط زیست دیگه و همکاران او نه تنها از حق این دفاع نمی‌کنن و نمیگن چه شد که او جان باخت، بلکه متعرض میشن به نشر مقاله‌ای در دفاع از او. البته میخوام این بحث از موضوع انسداد سیاسی که میتونه از عوامل نبود امید اجتماعی باشه یا کمبود امید اجتماعی فراتر بره. اما حالا که راجع به این مثال صحبت میکنین، من که در تلگرام، در اینستاگرام، در فیسبوک فعالیت هم
فعالان محیط زیست هم کنشگران مدنی رو نگاه میکنم خیلی حمایت شده از محیط زیستی هایی که در زندان هستن. ممکنه یک یا دو مورد شما اونطور نام ببرید، اما میزان حمایتی که از اینا شده واقعا تعجب برانگیزه، یعنی امید بخش به این معنا نیست. مثلا در توییتر خب خیلی ها با اسم مستعار دفاع میکنن، اما کسانی که ببینید مثل ایشون صاحب امتیاز یک نشریه است، یعنی حاضر نیست هزینه بده. نه تنها همبستگی، اصل بحث من اینه که امید اجتماعی مبتنی بر همبستگی، در جامعه‌ای که همبستگی نباشه، حتی مظلومین با هم همبستگی نداشته باشن، اینها نمیتونن در از پروژه اجتماعی رو پیش ببرن. چون وقتی فرض کنید من میگم که نظام تبعیض یا نظام روحانیت سالاری در ایران باید برچیده شود، خب من دارم یه ارزشی رو بیان میکنم، یک، بعد دارم میگم بنابراین یه چیز خوبی هم هست این، و باید یک اراده‌ای داشته باشه، یک خواستی وجود داشته باشه که بخواد این رو متعقب بکنه. شما بعد باید بسیج اجتماعی بکنید که یک توانایی داشته باشید. خب چه کسی رو میخواید بسیج بکنید؟ کسانی رو که هر کس، یعنی جو غالب در جامعه ایران یا جامعه شوروی زمان کمونیست این هست که هر کسی باید گیلیم خودش رو فقط از آب بیرون بکشه، و به شما هم میگن که شما نمیتونی خلاف جهت آب شنا کنی. بذارید از اونجا که من احساس میکنم دو مهمان در دو زمینه متفاوت یا در دو زمین متفاوت بازی میکنن، یه مثال هایی بیارم از اون چه که مد نظر هست در ارتباط با امید اجتماعی، و ببینم مهمان ها نظرشون چیه. ممکنه بگین این مثال ها بی ربطه، ممکنه بگین این مثال ها نشانه های فراگیری امید اجتماعی نیست، ممکنه بگید این مثال ها نشانه پایداری امید اجتماعی نیست، ولی به هر حال راجبشون صحبت کنیم فکر میکنم یه مقدار متمرکزتر میکنه. این مثال ها و اینا رو من همین یکی دو هفته اخیر در اینی که آماده میشدم برای این برنامه از شبکه های اجتماعی که از داخل ایران صاحبانشون نوشتن جمع کردم. خانومی، اسمها رو نمیارم چون ممکن دوست نداشته باشن اینها، خانومی در گمیشان در استان گلستان 200 کودک صعب العلاج رو در مناطق ترکمن نشین در خیلیه یا سمنی که خودش رو انداخته زیر پشتش داره، و این خانوم ثروتمند نیست، میره از محلی ها پول میگیره برای اینکه این 200 کودک صعب العلاج که شماریشون سرطانی هستن رو تحت پوشش قرار بده، نگهداری میکنه، و همجوری گفتم من مصاحبهش رو دیدم اصلا خودش مال و منالی نداره. دوم، در تهران نمایشگاه نقاشی بچه های آقلا برگزار میشه. این فعالان مدنی که در این کار بودن بچه های آقلا رو که در سیل تخریب شد ترغیب کردن نقاشی بکشن، روح و روان خودشون رو در این نقاشی ها اینها نشون دادن. این نقاشی ها در تهران به نمایش گذاشته میشه برای اینکه کمک بشه به مردم همون منطقه، به بچه های همون منطقه. مثال سوم، فردی که سالها طلبه بوده و بعد دکترای دین پژوهی گرفته، به کلی این چیزها رو ول کرده، رفته در بیابانهای اطراف قم یک پناهگاه، یک محلی درست کرده برای نگهداری از سگها، و اونجا تمام وقت مشغول کاره، و لابد یه دیگرانی هستن که دلسوز هستن و کمکش میکنن و کمکش کردن که این پروژه سر بگیره. این سه تا مثاله. اگر این مثالهای مشخص رو یه مقدار بسط بدیم، میخوام ببینم آقای بهتویی، سمنها یا سازمانهای مردم نهاد، محیط زیست که بعضیاش در سازمانهای مردم نهاد هست، بعضیاش فعالیتهای فردی، بعضیاش آگاهی عمومیه، اعتراضهای کارگری، دانشجو، از جمله اعتراضهای معلما، تبادل و پراکنش اطلاعات توی، مثلا ما دیدیم توی اینستاگرام یک ویدیوی کوتاه میاد راجع به کتککاری یک دستفروش، و بعد باعث میشه که پلیس بیاد پاسخگو بشه و بگه که ما فلان مأمور رو یا تنبیه کردیم یا بازخواست کردیم یا نکردیم، ولی به هر حال واکنش نشون میده. روحیه هزل و شوخ طبعی ایرانی ها، آیا اینا رو یا جنبش زنان که مداوم مقابله میکنه بحث حجاب، بحث ورزش زنان، رفتن به ورزشگاه، بحث
موسیقی زنانه. آیا وقتی راجع به اینها صحبت میکنیم ما راجع به امید اجتماعی صحبت میکنیم و وقتی شما میگید در سطحی میشه دید امید اجتماعی رو، منظورت ایناست یا فراتر از این یا متفاوت از اینها؟ خیلی خوبه که شما این مثال ها رو میگید. به نظر من شما نشون میدید که نه فقط در سطح خرد و انفرادی مردم عروسی میکنن و مهمونی میدن، بلکه در سطح امید و علاقه شخصیه که ممکنه تبدیل به امید اجتماعی بشه نشه. من منظورم امید اجتماعیه. مثال هایی که شما میزنید در سطح مسو یا میانه است. خب آن چیزی که مسئله اصلی و مشکل جدی مردم ایران و در سطح ماکرو و کلان هست این هست که ما امروز تحریم ها رو داریم، مسئله تورم رو داریم، خطر جنگ رو داریم و اینه که مثل سایه انداخته بر زندگی و اون ماجرای اصلی امید اجتماعی است. ولی بگذارید من قبل از اینکه به این نکته بپردازم، از مثالی که آقای ثابتی فرمودن راجع به فیلم ساز عزیز ما آقای رسولوف که میگه من لحظه های سرد دریای طوفانی رو، خیلی مثال قشنگیه. شما نگاه بکنید مسئله شرایط بحرانی در هر جامعه ای رو ممکنه نیروهای مختلفش ازش استفاده بکنن و امید پیدا، یعنی به وجود بیارن و بسیج بکنن. یعنی شما امروز در اروپای غربی نگاه بکنید، وضع طبقه کارگر سفید وقتی خراب شده که محصولات چینی و ایتالیا و ویتنامی مثلا اونجا کار رفته و اینها بیکار شدن، وضع خوبی ندارن. خب راست افراطی در غرب و ترامپ میگه که من راه حل دارم برای شما، من امید دارم برای شما، و راه حلش این است که ما خارجی‌ها رو میندازیم بیرون، ما رابطه تجاریمون رو با دیگران قطع میکنیم و کار به شما خواهد رفت. این کار رو هیتلر هم کرد تو سالهای دهه 30، یعنی امید رو به وجود آورد که من شما رو از آشوب نجات میدم. و حالا در مقابل این نیروهای ترقی‌خواه غرب میان و مسئله دیگری رو که مسئله جدی این جامعه هست، یعنی مسئله محیط زیست رو، و میان همون قصه های دریای طوفانی رو. آره، برای اینکه وقت زیاد نداریم راجع به ایران صحبت کنیم. بله من میرسم ببینم اون مثال رو بیرون. آیا نیروهایی هستن که بتونن این امید اجتماعی رو در شرایطی که شما توصیف کردید، تحریم و خطر جنگ ایجاد کنن؟ من دارم راجع به همین استدلال میکنم. من معتقدم نیروی ترقی‌خواه غرب وقتی میاد حول مسئله محیط زیست تلاش میکنه، این میتونه نیروی بزرگی رو بسیج بکنه و این پتانسیل داره. برمیگردیم به ایران، من خیال میکنم مسئله تحریم ها، گرانی ها و خطر جنگ شرایطی رو در ایران به وجود آورده که نیروهای بسیار با پتانسیل زیادی دنبال این هستن و میتونن برای تعامل، برای صلح و برای حرکت، یعنی رابطه خوب ایران با همسایگانش و جهان پیرامون پیش بره. و من خیال می‌کنم آیا اینها در مردم امید اجتماعی ایجاد کردن که این پروژه پیش بره، یعنی بله. تعامل با بله ببینید، من تصورم این است که شما باید در واقع این ساختن رو به مثابه یک پروسه پویای در حال شدن نگاه بکنید. بله. و من سه تا به اصطلاح عامل جدی که فکر می‌کنم که پتانسیل این ماجرا هست در ادامه خواهم گفت. بله. که چی هستن؟ نظرتون چیه؟ ایشون میگن که نکته گرهی در ایران بحث تحریم، تورم، خطر جنگ، و در ارتباط با این پتانسیل هست که امید آفریده بشه برای عبور از این بحران. درست میگم؟ من فکر کنم مشکل، ببینید مثلا اخیرا گفتن که به جای 2 میلیون یورو گرفتن که استنت قلب وارد کنن، جاش کابل برق وارد کردن. زمانی هم که تحریم نبود، خانم مرضی وحید دستجدی، من دارم اینجا 20 اردیبهشت 90، گفتن که به جای تجهیزات پزشکی رفتن دستبیل و زینه اسب آوردن. یعنی تحریم یه مشکلی به مشکل‌ها اضافه کرده، اما مشکل بنیادی جامعه ایران فقدان همبستگی. ببینید همبستگی یعنی یکی برای همه، همه برای یکی. ما آدما با هم همزیستی جسمانی داریم کنار هم، اما تا وقتی همزیستی اخلاقی نداشته باشیم جامعه نیستیم. هر کدوم از ما یک منافع و مصلحتی داریم. 80 میلیون ایرانی، 82 میلیون ایرانی، 82 میلیون مصلحت مختلف دارن. وقتی که دیدگاه ما اینه که همه در زندگی منفعت شخصی خودمون رو باید تعقیب بکنیم، اینجا نمیشه همبستگی. مایی وجود نداره. ثابتی، اون مثال هایی که من زدم نشون نمیده که این حرف شما که 82 میلیون نفر 82 میلیون منفعت شخصی تا حدی خطاست یا شاید زیاد خطاست. مثلا اگه خانم مرضی، مثال میخوام بزنم، خانم مرضی امیری که خبرنگار، روزنامه نگار هستن، میرن به خاطر دفاع از حقوق کارگران زندان میفتن، ایشون کاملا
حرف شما صادقه، اما اگر من میخوام اینطوری بگم، یک مبارزه واحده در جبهه‌های گوناگون، اگر اون کسانی که در جبهه‌های گوناگون دارن با نظام تبعیض مبارزه میکنن آگاه باشن، مثل خانم مرضی امیری که روزنامه‌نگار در جبهه آزادی بیان میجنگه اما در جبهه حقوق کارگران هم بجنگه، اینجاست که ما میتونیم بگیم امید اجتماعی. شما ببینید سال 1984 معدنچی ها اینجا اعتصاب کرده بودن، اقلیت های جنسی رفتن از اونها دفاع کردن. اوایل خود معدنچی ها خیلی خوششون نمیومد که اینا همجنسگرا ها دفاع کنن، بعدن برعکس شد، معدنچی ها از اونها دفاع کردن. بحث من اینه که گروه های متفاوت دنبال حقوق خودشون هستن، اما اگر از حقوق همدیگه حمایت نکنن نمیتونیم بگیم همبستگی وجود داره. اگر اشتباه میکنم بگید، ولی برداشت من اینه که شما میگید شهامت مدنی که باعث شه این نقطه ها به هم وصل بشه وجود نداره، ولی آیا نبود این شهامت مدنی ناشی از خود انسداد سیاسی نیست، شرایط سیاسی نیست، و این شرایط سیاسی باعث شده که این انگیزش و امید اجتماعی بره توی حوزه هایی که همجوری که تو مقدمه گفتم کمتر پیداست؟ شما وقتی که نمیتونید بیه تو خیابون و فریاد بزنید مثل 10 سال پیش رأی من کو، میرید کارهای دیگه میکنید و سعی میکنید مثبت باشید، خود همین خیلی مفیده دیگه. شما در حوزه امداد مثبتید، در هم مثلا خانمی در تهران گفته میشه برای نابینایان سینما را انداخته که من باید بفهمم مکانیزمش چیه، ولی جالبه و دیدم کلی واکنش مثبت گرفته. میری تو حوزه هایی که میتونی دیگه، و در حوزه فعالیت و اقدام و افکار خودت که تا حدی اختیار داری میتونی مؤثر باشی و این کارو میکنن دیگه. این فردیه، همین بحث میگم، تفاوت امید فردی با اجتماعی همینه. آیا این چیزایی که من گفتم فردیه صرفاً، یعنی وجود سازمانهای مردم نهاد که بعض از اینها تا بیش از 10,000 نفر رو، جمعیت امام علی چندین هزار نفر رو هماهنگ میکنه برای کارهای خیریه، این رو میشه فردی گفت؟ اعتراضهای دانشجویی، معلمان، اعتراض، این رو میشه فردی گفت؟ منظورم اینجا از فردی همون بحث اینه که اینا هر کدوم یک نقطه هن. اگر مثل جنبش کارگری بیاد از بخش جنبش مثلا فعالان روزنامه نگار مطبوعاتی رسانه ها از کارگران دفاع کنن، کارگران از اقلیت های دینی دفاع کنن، اقلیت های دینی از جنبش زنان حمایت کنن، ما میتونیم بگیم که امید اجتماعی وجود. ببینید خانم ها نمیتونن در ایران به استادیوم برن، خب 50% جامعه، چرا مردان که 50% دیگه جامعه ایران هستن یک جنبشی را نمیاندازن بگن تا وقتی که زنها حق رفتن به استادیوم نداشته باشن ما نمیریم؟ چرا 100,000 نفر میرن استادیوم؟ اجازه میخوام جواب این نکاتی که ایشون فرمودن رو بدم. ببینید تفاوت سطح مثالهای شما، سطح مسو یا میانه است با یه چیز ماکرو که در سطح کلانه، و این به نظر من حرف ایشون درسته که ما باید به سطح کلان بپردازیم. آن چیزی که عرفان ثابتی به درستی میگه مسئله ما هست، ولی آن چیزی که من اعتراض دارم به نگاه ثابتی این هست که ما رو نمیشه به طور اوتوماتیک فکر کرد به وجود میاد، باید به وجود آورد. خب حالا چجوری باید به وجود آورد؟ من خیال میکنم حرف لکلاو که میگه تو اگر بتونی مهمترین مسئله اون جامعه رو در اون لحظه پیدا بکنی و بتونی بسیج بکنی و مردم رو امید بدی که این شدنیست و ما خواهم کرد، اون موقع این ما به وجود میاد. خب من عرض کردم شرایط امروز ما با مسئله تورم و خطر جنگ و غیره، اگر الان من استدلال میکنم که چرا هست، نیروهایی بتونن این شعار رو، این خواست رو به خواست جدی و مبرم تبدیل بکنن، این ما به وجود خواهد اومد. خب تو این لحظه حول این مسئله ایشون میگه این اگر متحقق نشده، نه 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 نه، من دارم میگم که هست این پتانسیل و در حال شدن. پروسه رو نگاه بکنیم، میشه در مورد این پتانسیل تا همین حرف بزنیم؟ من عرض میکنم، من بیاین نگاه بکنیم کیا میتونن به طور جدی در این مورد کار بکنن. یک، به اصطلاح نخبگان جامعه رو اول نگاه بکنیم. حوزه های مذهبی و فقهی ما، برای مثال آیت الله سیستانی و نگاه ایشون به مسئله تعامل و صلح، این نگاهی است که در میان بسیاری از علمای ایرانی طرفدار داره و خواستار همچین تصور و تعاملی هستن و به اصطلاح ثمرش رو هم دیدن در کنار ایران در عراق.
نکته دوم، در میان آکادمیکرها و دانشگاهی‌های ایران به طور جدی مسئله مطرحه. یعنی کنفرانس های میذارن، سمینار های میگذارن و این آخر سر دکتر محمود سریع‌القلم به اصطلاح مطلبی که نوشته و میگه که ما باید دست برداریم از اون رویای امپراتوری و برسیم به اینکه کشور خودمون رو درست بکنیم و در واقع به تعامل با کنار مردمان کنار خودمون و مردمان جهان و بتونیم اقتصاد رو سر و سامانی بدیم. آکادمیک ها چقدر در جامعه نفوذ میکنه؟ در ایران همین اخیراً بله کنفرانسی در مورد همین موضوع امید اجتماعی برگزار شد. اجازه بدید من حرفم رو تمام بکنم. در بافت جامعه هست بهتوی گفتم اول در میان نخبگان، نخبگان مذهبی، نخبگان آکادمیکر، نخبگان سیاسی ما هم، من آقای محسن امینزاده رو مثال میتونم بزنم که نوشت، حرف زد، بحث کرد که ما باید مذاکره کنیم، گفتگو کنیم، دنبال صلح باشیم. آقای علایی از رهبران سابق سپاه این حرفا رو زد، گفت ما باید بیایم. بسیاری دیگر از سیاسیون ما، آقای خاتمی در مقاله که در گاردین نوشته که ما اهل گفتگوی تمدن ها هستیم و نه اهل جنگ، این کار داره انجام میشه. حالا من میخوام به این نکته برسم که آیا این پتانسیل در میان مردم هم هست یا نه. من اگه اجازه بدید توی فرصتی این داستان رو هم آیه ثابتی، این سه سطحی که ایشون گفتن، نخبگان در حوزه‌های مختلف سیاسی، دینی و آکادمیک، این شما رو راضی می‌کنه که پتانسیل اصلا بحث جداست. روحانیت در همه ادیان مدافع وضع موجوده. به روحانیت که اصلا نمیشه دل بست برای تغییر، یعنی که منافع طبقاتی روحانیت در حفظ و حامی سنت و حفظ وضع موجوده. آیت الله سیستانی و امثال ایشون هیچ وقت نمیان پتانسیلی را اگر هم وجود داره رو به فعل در بیارن که در ایران یه تحول مثبتی یا در عراق بیاد. روحانیت حافظ وضع موجوده. حالا چه از اون وضع موجود، چه سلطنت باشه چه جمهوری اسلامی، حافظ تداوم این وضع. ولی آیت الله سیستانی اگر حلقه مرکزی یا گره مرکزی در مسائل عراق ثبات باشه و صلح میان اقشار و گروه ها و آیت الله سیستانی نقش ایجاد ثبات رو داشته دیگه. آیت الله سیستانی که اون وضع به وجود یعنی وضعی که آمریکا حمله کرده یه اتفاقی افتاده اونجا، بعد یک آشوبی شده، آیت الله سیستانی بعدن، یعنی منظورم اینه که اگه الان هم صدام بود آیت الله سیستانی همون رو حفظ میکرد. یعنی روحانیت که بخواد وضع تغییر در اقلیت، که همون که آقای خمینی هم در زمان شاه در اقلیت بوده، یعنی در بین روحانیت حافظ وضع. نخبگان هم شما ببینید مشکل جامعه ایرانی و جامعه مثل جامعه استبدادی، حالا چسلاو میوشکی برنده جایزه نوبله، کتاب ذهن اسیرش رو به قول سفیر لهستان در ایران 7 سال پیش گفت کتابو با الهام از فرهنگ ایرانی نوشته. چرا؟ کتاب راجع به کتمانه. خبرگزاری فارس هم تیتر زد، فکر کرد نکته مثبت گفته، نوشت که گفته متاثر از برند جایزه صلح، جایزه نوبل ادبیات، برنده جایزه نوبل ادبیات متاثر از آموزهای اسلامی، در صورتی که سفیر لهستان در ایران طعنه زده بود. چون چسباب میوش در کتاب میگه من این رو از کتاب ادیان و مذاهب آسیای مرکزی کندو و گوبینو یاد گرفتم که ایرانی ها یک چیزی دارن، کتمان، که از ریاکاری هم بدتره، در برابر نظام استبداد چنان نقش بازی میکنن، در این نقش فرو میرن که خودشون هم باورشون میشه. به نظر من مسئله گرانی، مسئله روزمره مردم، مسئله تحریم اشتباهه اگر فکر نکنیم مسئله جنگ و تحریم مسئله اصلی نیست. مسئله اصلی مردمه، این مسئله جدی مردم. پتانسیل هایی که من میبینم در شرایط امروز ایران رو بخوام خلاصه عرض بکنم، ببینید سه تا سناریو و سه تا نیروی امید برانگیز برای حل این مسئله گرهی امروز ایران تو صحنه. یک، طرفداران ایرانی آقای ترامپ که میگن که ما میریم تا ته ماجرا و میزنیم و نابود میکنیم. من فکر میکنم این راه حل این امید آقای ترامپ و طرفدارانش در میان انبوه مردم ایران طرفداری نداره. استدلال میکنم چرا. دومین چیزی که امید میخواد بده و از شرایط امروز در بیاره، میگه میزنیم همون جوری که اونا میزنن، کشتی گروگان میگیرن ما میگیریم، موشک زدن موشک میزنیم. این هم به نظر من امیدی نیست که مردم دنبالش برن. امید سوم که به نظر من پتانسیل داره و نخبگان ما شروع کردن به حرکت کردن در جهتش، تعامل، صلح و مذاکره است. خب چرا این پتانسیل امکان بالقوه داره و براش نیرو هست؟ یک، به این دلیل که مردم ایران که انقلاب ایران رو تجربه کردن میدونن راه حل‌های ساده برای امر پیچیده ایران وجود نداره. عراق رو هم دیدن.
و در نتیجه آمادن که با قدم‌های کوتاه و شدنی دنبال ماجرا برن. دو، ما 20 میلیون تحصیل کرده داریم، تحصیل کرده دانشگاهی، که اینها میفهمن که در دنیا چی میگذره و آمادن و دنبال این هستن که ما میخوایم یک کشور نرمال مثل بقیه کشورهای جهان بشیم و دوستی بکنیم با بقیه و جهان کنارمون. در نتیجه من تصورم این هست که این پتانسیل ها کمک میکنه. و سوم هم مسئله انبوهی مردمان خارج از ایران، مهاجرین که دوست دارن کشور، دنبال صلح، دنبال اینن که وضع مملکت خوب بشه. اون چه که شما نام بری در واقع سه نسخه است برای آینده. این متفاوته با این بحث که آیا هر یک از این نسخه ها تونسته امید اجتماعی ایجاد بکنه یا نه. من حرفم این نیست که به قول گرامشی سه تا گفتمان دارن با هم مسابقه میدن. اینا در حال شدنن، اینا در حال کار کردنن. خیال نکنید که اینا فقط نقشه است یا یه ایمجینه، یه تصور. اینا دارن کار میکنن روزمره هر کدوم از اینها. من تصورم این رقابت من تصورم این نیست که اون نیروی طرفدار صلح، تعامل و مذاکره پتانسیل بهتری داره برای پیروز شدن. نه گارانتی، ولی پتانسیل. تمامیت خواه بر ایران هست، ما با کی میخوایم صلح کنیم؟ ما با حکومت نمیتونیم، یعنی حکومت با ما، با شهروندانش حاضر نیست صلح بکنه که ما بخوایم با بقیه دنیا صلح کنیم. یعنی مشکل اینه که به نظر من، البته این که معلمان، کارگران همه دارن فعالیت میکنن این هست، اما اولا اینها اقلیت هستن. ببین تحقیقات خانم اریکا چنوبت در دانشگاه هاروارد نشون میده، این رو 323 نوع مبارزه مدنی رو ایشون بررسی کرده، میگه حداقل 3.5% جمعیت باید در یک سال و فعال بشه. 3.5% جمعیت ایران یعنی تقریبا 3 میلیون نفر باید در خیابان حاضر باشن یا در میدان. در حد جنبش سبز هم 1.5 میلیون بهترین حالت بوده. یعنی تو آلمان شرقی دهه 50 2% جمعیت رفتن، بازم کاری از پیش نرفت. یعنی اینکه فاکت اگر اون در از حکومت توتالیتر تمام خب قراره به طور خشونت آمیز کنار بره، 3.5% حداقل از جمعیت 3 میلیون نفر باید در خیابان باشه، اون که نیست. حالا این گروه های نقطه مانندی که هستن، اگر مثل داستان برید اند روزز، اون شعر معروفی که در 1912 در ماساچوست فعالان کارگری به فعالان حقوق زنان به هم پیوستند، آوازی که میخوندن این بود که ما برای سربلندی زنان میکوشیم، چون سربلندی زنان سربلندی همه ماست، و باعث شد که به رغم تمام اون زمستان سخت و سیاه، کشته شدن و سختی کشیدن، تونستم مثلا 20% حقوق اساسی از اون به بعدم جنبش کارگری و جنبش زنان با همین آغاز بود. ولی آقای ثابتی، شما یک شرایط آرمانی رو دارید مجسم میکنید و میگید اون شرایط آرمانی میتونه شرایطی نامیده بشه که درش امید اجتماعی هست. بحث اینه که در شرایط موجود ایران آیا میشه جاهایی، زمینهایی، حوزههایی رو دید که امید بخش هستن برای یک ناظر بیرونی؟ در مورد اون 3.5% جمعیت فعال که در خیابان باشن میتونن تغییر و تحول اجتماعی ایجاد کنن، تزیه که باید دید در مورد ایران کار میکنه یا نه. ما راجع به اون استونی تا فیلیپین کار بله. کرده بله. در مورد اون ما در برنامه پرگار به زودی بحثی خواهیم گذاشت، ولی میخوام بگم که چیزی که شما برای امید اجتماعی داری مجسم میکنی یک شرایط آرمانی که اگر باشه دیگه بحث محیط، بحث امید اجتماعی اصلا دیگه ضرورت تر نخواهد داشت. نه، اونجا که پس کارگران وقتی که در ماساچوست همین داستان اتفاق بوده، بحران بوده، یعنی در تحت فشار بودن، این اتفاق افتاده. چرا؟ چون اون پیشفرض ذهنی من فرق داره با جناب بهتوی. این هست که در ایران به نظر من حتی در سطح فردی، دارم راجع به اکثریت حرف میزنم، من راجع به مثلا آقای محمد بهشتی لنگرودی، فعال حقوق معلمان و این انسان‌های نازنینی که شاید من بدونم 40 نفر بشمرم، اونها رو نمیگم. آقای نوریزاد، آقای کیوان صمیمی و این آدمای نازنین رو نمیگم. من دارم روحیه کلی میگم. کلبی مسلکی حاکمه. یعنی چی؟ یعنی همون طور که دیوژن جلوی فیلسوفان میرفت، ببخشید، باد معده خالی میکرد، مسخره میکرد، توی شبکه‌های اجتماعی شما حرفی که میزنید که راجع به یک آرمانی، شما رو تمسخر میکنن، میگن نه به فرد ما عقیده داریم، میگن همه انسان‌ها ماسک و نقاب بر چهره دارن، هر کسی دنبال منفعت خودشه، هیچی هم تو دنیا عوض نشده، همه جای دنیا مثل ایران. شما یک بار در مورد ونزوئلا بحث میکردید تو همین برنامه، نکته جالبی از یکی از شرکت کننده ها بحث شد که وقتی تو مردم رو تو شرایط سخت میگذاری و گوشه رینگ میرونی،
همه دنبال این هستن که کلاه خودشونو بگیرن که باد نبره. این چیزی نیست که آقای سالکی داره. بله، من همینو میخوام عرض بکنم. اون وقت تو به عنوان نیرویی که توی جامعه نخبگان این جامعه وقتی میشینن دنبال راه حل این هستن، مردم تقصیر ندارن. تو باید دنبال این باشی که چجوری میشه این ناامیدی رو تبدیل به امید که این اتفاق به نظر من داره میفته. ببینید مثالی که ایشون راجع به مسئله کارگران ماساچوست یا همبستگی با زنان و غیره و غیره میزنن، شما اگر امروز مسئله صلح، تعامل و مذاکره با جهان پیرامون نگاه بکنی، مسئله زنان هست، مسئله جوانها هست، مسئله طبقه متوسط هست، مسئله طبقه کارگر هست، مسئله بخش بزرگی از آکادمیکیان و اینها، به نظر من این میتونه جمع بکنه و داره میکنه. خب این میتونه امید ایجاد بکنه که بابا اینجوری نیست که همه هر کی به فکر خیشه. در صحبت شما من یه تناقضی میبینم. از یه طرف میگید مردم تقصیر ندارن، که خود این الان محل بحثه. به راحتی دیگه نمیشه گفت مردم عالی هستن، مردم چنین و چنان هستن. الان دیگه در جامعه ایران و نخبگان ایرانی چه داخل و چه خارج مقدار زمینی تر به این چیزها نگاه میکنن و جماعت رو همیشه بی تقصیر نمیبینن. این یک نکته. نکته دوم این که شما از یه طرف میگید مردم تقصیر ندارن، از یه طرف میگید که همین مردمی که تقصیر ندارن چنین باشن، چنین حرکاتی بکنن، در این حال مایه امید هم هستن. من نمیدونم منظورتون چیه. داستان اینجوریست که مردم وقتی نمیتونن بشینن منتظر و له بشن، فقط گرسنگی بکشن، گرونی ببینن و شرایط جنگ بالای کلشون باشه و اذیت بشن، او دنبال راه حله و دنبال بیرون اومدن از این شرایط. من عرض کردم سه تا پروژه میاد به اینها میگه من امید اجتماعی به تو میدم که چه اتفاقی خواهد افتاد. شخصا فکر میکنم اون کسانی که امید به صلح رو میتونن پیش ببرن و بحث بکنن، اونها میتونن تمام اینها رو جمع بکنن. مثال شوروی رو ایشون فرمودن. شما شوروی سال 83 رو با شوروی سال 86 مقایسه بکنید، چه فرقی کرده بود؟ فرق این بود که به نظر من نخبگان جامعه امیدی رو در جامعه به وجود آورده بودن. همون مردمی که صداشون در نمی اومد و ساکت نشسته بودن، حالا اومده بودن بحث میکردن، زنده شده بودن. و این نکته به نظر من مهمه. نخبگان مسئولیت دارن و دارن این کار رو میکنن. من بس همین نخبگان این کار نمیکنن. همون شوروی 83 رو با شوروی دهه 30 و 40 و 50 مقایسه کنید. خانم نادژدا ماندلشام، همسر اوسیپ ماندلشام، کتاب درخشانی نوشته ایشون به اسم امید علیه امید. البته اسم ایشون نادیاس به مسقرش که تو روسی به معنی امیده. به همون روشن فکران دهه 30 تا 60 یا تا 70 اصلا این کار نمیکنن. بوریس پاسترناک نویسنده دکتر ژیواگو یک بار رفته از یک بیانیه که میخواستن دشمنان خلق رو اعدام کنن، اتحادیه نویسندگان شوروی هم بیانیه داده حمایت، ایشون امضا نکرده. همه بهش میگفتن تو داری جون خودتو به خطر میندازی، منافع خودتو به خطر میندازی، به تو چه ربطی داره یه دیگر رو میخوان اعدام کنن. یعنی اکثریت نخبگان شوروی هم این کارو نمیکردن. ماندلشام و آخماتوا و پاسترناک یه عده معدودی بودن که مقاومت میکردن. ایران رو اگر بخوایم مقایسه کنیم، باید مقایسه کنیم با زمانی که بله. ولی یه نکته میخوام بزنم، اینجا بحث آمار نیست. زیگموند بابا میگه در دوره هیتلر آلمان نازی معلومه کسانی که مخالفه بودن که علنی میکردن با هیتلر در اندک بودن، اما اونها انسانیت نماینده انسانیت بودن، نه اکثریت خاموش یا حامی. کتابی نوشته شده، من همه اینا رو خواستم بخونم. آقای ثابتی، اینجا هم اتفاقا تناقضی در صحبت شما هست. آیا همون گروه هایی که اسمش بردیم، همون کسانی که فعالیت هایی میکنن که، یا همون کارگردانانی مثل رسولو، آیا اینها نیستن که اون بذر انسانیت رو، و اینا کم نیستن در ایران و اینها در حوزه های مختلف دارن فعالیت میکنن و اینا اگر در صحنه سیاسی به سقف میخورن میرن و از مجراهای دیگه ببرن دیگه. میشه گفت که جامعه، اما اونا کسانی نیستن که اجازه زیر پوست اگر نگاه کنید، در زیر پوست جامعه داره تقویت میشه و آیا این امید بخش نیست؟ ببینید ولی آقای رسولوف و امثال اونها کسانی که یعنی دید درستی دارن، شرایط رو امیدوارن، برای اینکه دریا رو طوفانی میبینن. کسی که دریا رو طوفانی میبینه نمیاد بگه این لیوان انتخابات، مثال واضح بزنم، نمیگن نصفش پره نصفش خالی، تو بدبینی
خالی رو میبینی، من خوشبینم پر رو میبینم. اصلا بحث این نیست که این نصفش خالی نصفش پره، همین نصفه که پره زهر سم بخوری میمیری. چرا؟ چون تو داری اخلاق و زیر پا میذاری. تمام بحث واتسلاو هاول در کتاب قدرتی بی قدرت یا قدرتی بی قدرت، تمام پروژه زندگیش این بوده که میگفته سیاست تا وقتی که اخلاق بر سیاست حاکم نباشه و ما در حقیقت زندگی نکنیم و مصرف کننده نباشیم بلکه شهروند باشیم، تعریفش هم همینه. میگه شهروند کسیه که حاضره از همون منافع لذات روزمرش بگذره، حتی جانش رو فدا بکنه به خاطر دیگری. همونی که ما خیلی ساده میگیریم، میگیم هر آدمی منافع خودش رو میخواد. کی اینو گفته؟ ما اینو به طور اجتماعی تحمیل کردیم، تربیت کردیم آدم ها رو که فکر کنن منفعت خودشون میخواد. آقای ثابتی، من اخیراً در یکی از نوشته های جامعه شناس ایرانی یه جمله خوب دیدم. این جمله این بود: اون چه امید خواهد داد یک داستان، یک روایت خوب از خودمان است. اگر شرایط اونجوری که شما میگید به این دلیل که یک داستان، یک روایت خوب از خودمون هنوز ایجاد نشده، به همین دلیل اون مایی که شما میگید ایجاد نشده، حالا اون وقت سوال این است که آیا شما این امکان بالقوه رو نمیبینید که یک داستان، یک روایت خوب از خود ما ایجاد بشه و این امید اجتماعی ایجاد کنه در ایران؟ اصلا امکان که کسی که امید میورزه که منکر اون امکان نیست، منکر این جهت. ببینید، یک افق اعلایی رو شما بهش ناظرید، یک آرمانی دارید، هیچ وقت متحقق نخواهد شد، چون اون وقت اون یک چیز توتالی تمامیت خواه و دیکتاتوری میشه. اما جهت رو باید تشخیص بدید. من الان فکر کنم ما مثل دهه 30 و 40 دوران استالینی هستیم در ایران. اینکه 50 سال دیگه یا شاید 10 سال دیگه بشه مثل دهه 80 شوروی، منم راحت نمیکنم هست. اما همون شوروی، گورباچوف، شعار گورباچوف چی بود؟ دروغ دیگر نباید گفت. یعنی حقیقت، برای اینکه فرهنگی که توش تقیه و کتمان حاکمه و میگه که برای اینکه جون تو، منافع خودت رو، اسلاونکا دراکولیچ نویسنده کروات همین رو میگه، میگه ما دروغ میگفتیم، ریاکاری میکردیم در دوره یوگسلاوی، اکثرا هم به خاطر این نبود که جونمون در خطر بود، نونمون در خطر بود. این تصویر یه خطی هموار سیاه رو من باور نمی کنم. یعنی شما دوره آیت الله رفسنجانی و دوره ساختن بعد از جنگ رو ببینید، و از خوبه امید زیاده. دوره آقای خاتمی و از خوبه و از امیدواره. شرایط تو ایران بالا میره، پایین میره. امروز رو اگر نگاه بکنید، به نظر من شرایط بسیار سختی است. دوره آقای رفسنجانی صحبت میکنه، راجب دوره صحبت میکنید که در یه زمانی تورم تا حدود بین 45 تا 50 درصد بود، بس خوب نبود. بعد از جنگی که سالها کشته داده شده، خرابی بار اومده، برای یه عده‌ای اصلا خوب نبود، برای یه عده‌ای نهایتاً یک افقی هست برای اینکه تو جامعه رو داری سمت و سوی جامعه رو میگید، و این به نظر من غلط همواره همه چی رو تاریک و در پایین دید. نکته دوم این است که به نظر من شرایطی که امروز ایران به وجود آورده شرایط بسیار خطیری است. یعنی مسئله خطر جنگ با تمام دنیا، یعنی مسئله تنگه هرمز رو بیان اروپایی‌ها با کمک آمریکایی‌ها ناوگانی بگذارن و شرایط سختی رو به وجود بیارن و اینها، و این به نظر من شرایطی رو به وجود آورده که مردمان یعنی بخش‌های بزرگی از مردم ایران رو حول شعار صلح، تعامل و غیره جنگ بکنه و دوباره جمع بکنه و اون امیدی رو که من صحبتش رو میکنم پیش ببره. داره میاد. مکانیسم یعنی عملی شدنش چجوری؟ من عرض میکنم حرفی که آقای ثابتی میفهمن در خود انتخابات به من این رأی بده که دنبال صلح و تعامل و مذاکره هستم و نه به اون دیگران. آیا کشوری که توش قانون محدور و دم هست، یعنی هر کسی میتونه بگه که این فلانی مطلب رفتم کشتم، این کشور پیشه؟ یا عربستان که از این بهتره، ظاهرش هم از ایران بهتره، یه رفته در یه روزم 37 نفر اعدام میان. یعنی قانون و اخلاق حاکم بر کشور نیه ما پیشرفت کردیم یا تدنی کردیم. این که سد داریم و برج داریم و آسفالت داریم، این نشانه پیشرفت نیست. ثابتی، شما مدام بحث امید اجتماعی رو بلافاصله وصل میکنی به ساختار سیاسی، در صورتی که بحث اینه که به رغم این ساختار سیاسی، به رغم مثلا قانون یا رسم محدودالدم بودن، آیا امید اجتماعی هست یا نه؟ بحث اینه. و بلافاصله در جواب سوالهای مربوط به امید اجتماعی گفتن این که بله، این ساختار سیاسی چنین میکنه و چنین وضعی رو ایجاد کرده، عملاً خب چرا اون ساختار سیاسی تغییر نکرده؟ چون اون همبستگی اون مایه نیست. این منه. ببینید، 110 درویش
گناه‌آبادی در بدترین زندان، زندان فشافویه هستن. بعد خبرگزاری رسمی همین آقای روحانی چون ایرنا میره با نمایندگان اقلیت‌های رسمی کلیمی، ارمنی، آشوری و زرتشتی مصاحبه میکنه، اونا همه اینا میگن نه این درویشا و باهایا وضعشون تو ایران خیلی هم خوبه، خودشون چیز میکنن، وضع اقلیت‌ها خیلی خوبه. یعنی خودشون مظلومن، اما از یه مظلومی دیگه. ولی شما باز هم در واقع مثال با حکومته. بله، در واقع مثالی زدید که حرف من در اون سوال رو دوباره تایید کرد. در عین اینکه این چیزی که میگید منن، همه منن، یعنی اون اقلیت رسمی هم تحت ظلمه، اما نه تنها از اون اقلیت غیر اما در همین سالها آقای اما در همین سالها در ایران به دلایل مختلف، از جمله شبکه‌های اجتماعی در ایران، از جمله فعالیت مدنی و سیاسی در ایران، از جمله نمی‌دونم تبادل اطلاعات از خارج از کشور به ایران، همین که شما دارید صحبت می‌کنید، اینها باعث شده که جامعه ایران به حقوق اقلیت‌ها آشناتر باشه. الان آیا همراهی جمعیت عمومی در ایران با سیاست‌های مثلا چون شما راجع به بهایی صحبت کنید صحبت می‌کردید یادم با سیاست‌های بهایی ستیزی کمتر نشده؟ این بله. یعنی چی؟ بله. این یعنی چی؟ یعنی جامعه ایران عوض شده دیگه. باز دارید میده که حکومت نه ولی نه دارم همینو میگم، یعنی میگم دور آقای رفسنجانی هم بهایی دانشگاه نمیرفته، الان هم نمیره، اون موقع هم اما ذهنیت سوال من راجع به ذهنیت عمومی در مورد بهایی ستیزه، شما دوباره یک سیاست دولتی رو اومدید، مثال های شما مثال های سیاست رسمیه، من دارم میگم ذهنیت عمومی در ایران نسبت به بهایی ستیزی آیا نسبت به نه 30 سال پیش نسبت به 10 سال پیش تغییر نکرده؟ بله 100 درصد. این چی میگه به ما؟ خب من ببینید من همونو گفتم، اینجا یک قدم جامعه آمده جلو، حالا پس یک قدم جامعه اومده جلو. من نگفتم نه، من از اولم گفتم که اصلا بحث کسی که میگه امیدوار، ولی میگم این چون شاید چون آقای بهتوی عزیز همش راجع به تحریم صحبت کردن، من در این پوزیشن فرو رفتم، چون میگم مشکل ما تحریم، مشکل بر مشکلات ماست، اینکه انسداد اگه اجتماعی یا سیاسی هست اون هم بسیاری است. اگه مثال درستی که شما زدین رو همینو به بقیه جاها من مثالم زدم که کارگران از زنان بالعکس حمایت کردن، اون ما باید به وجود بیاد. یعنی فرصت زیادی نداریم. جمله‌ای که ایشون می‌فرمایند که مسئله داخلی است و نه خارجی، خب شما باور می‌کنید که ترامپ و حضورش خطر جنگ و تحریم و فلان رو به وجود یعنی تشدید کرد؟ این حرفم من نگفتم که تو داخل همه چی یکسانه، نه شما می‌بینید که سردبیر کیهان میگه که باید زد و کشت و فلان و اینها، دیگرانی هم هستن که میگن نه خب داستان همینه. من برگردم به حرف نسیم ستوده، اجازه بدید زمان قبل شما از ترامپ هم زندان بودن، الان هم هستن. با حرف ارنست بلوخ ما بریم جلو، امید چیزی نیست که باید کشف کرد، چیزی است که باید ساخت، و به نظر من این ساختن در حال شدن بخش‌های جدی جامعه ایران، چه در پایین و چه در میان نخبگان دنبال این ماجرا هستند که این رو حل بکنن. آقای بهتوی، یه بیان دیگه این حرف ارنست بلوخ رو رواقیون میگن که خیلی‌هاشون بومی هستند در ایران، خیلی طرفدار داشته این نظریه در اعصار پیشین، اونا میگن که اون چه که من برش کنترل دارم اراده و افکار خودمه، من روی این کار کنم تا بتونم چیزی بسازم. امید اینجوری ایجاد میشه، یعنی من کنترل بر حوزه‌ای دارم که خودم حاکمش هستم، افکار و احساسات و اقدام‌های خودم. اما صحبت اینه که آیا در شرایط ایران واقعاً حتی اونهایی که میخوان کاری بکنن این کنترل رو بر اقدامات و افکار خودشون دارن؟ مثال زیست محیطی ها رو که زدیم، بیش از یک سال اینا زندان هستن. چی شد؟ هیچی. فعالیت در حمایت از اونها هست، چه نتیجه ای داد؟ هیچی. خب این مثال سیاسیه، یعنی ساخت سیاسی نقدی که من به آقای ثابتی داشتم به این مثال من هم هست. بریم جلوتر در حوزه های دیگه، در حوزه های زیست محیطی این همه فعالیت میشه برای اینکه آشنا بشن، جامعه آشنا بشه با مسئله آب چگونگی استفاده، چقدر نتیجه داده؟ اونهایی که من باشون حرف میزنم در ایران میگن عموما در مصرف آب واقعا احساس همبستگی ملی وجود نداره، یعنی این احساس وجود نداره که من اگر آب رو حیف میل کنم آب کسی دیگه قطع میشه، این اعتماد عمومی وجود نداره، این حس تعلق وجود نداره. ببینید مسئله اینجاست که
شما 80 میلیون آدم رو توی شرایط سختی قرار دادی و امروز میگی که آیا اینها راه حلی برای مسئله زندگی و حیات و مماتشون به نظر من تو این لحظه پیدا میکنن یا نه؟ من میگم دارن میکنن. شهامت مدنی یعنی که بر سر موضع بیست آرمانی داشته باش به قول هاول که حاضر باشی براش هزینه بدی. زیمل گفته که میزان ارزش ما هر چیزی رو با میزان هزینه‌ای که حاضرین براش بپردازیم میشه. اگه بگم ما ایرانی آزادی خواهیم اما حاضر نیستیم هزینه‌ای براش بدیم، در اصل فقط لیپ سرویس، حرفی که میزنیم در عمل پابند نیست. به آخر پرگار این هفته میرسیم. ممنون که پایین بحث نشستید و ممنون از مهمانهای برنامه، علیرضا بهتویی و عرفان ثابتی. پرگار رو پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید اون رو شنبه‌ها زودتر ببینید. هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست یعنی نسخه شنیداری پرگار در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه. پادکست برنامه کندکی طولانی‌تره و صحبت خودمونی بعد از خاموش شدن دوربین‌ها به اون اضافه میشه رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم میتونید دریافت کنید. شب و روز بر همه شما خوش.